هشدار آیت الله مکارم شیرازی درباره گسترده شدن اختلاف با رفتار فراقانونی در کشور. تأکید دوباره مطهری بر سوال از احمدی نژاد در مجلس. گرانتر شدن کرایه تاکسی ها از شنبه در سراسر کشور. خانه احزاب پاتوق گروه های ساختار شکن. توصیه به رعایت اخلاق حرفه‌ای در دستگاه قضایی. آیت الله مکارم گفت اگر قانون محترم شمرده نشود اختلاف دامن کشور را خواهد گرفت. آیت الله مکارم شیرازی با انتقاد از کسانی که قانون را به نفع خود تفسیر می کنند و خود را فراتر از آن می دانند هشدار داد که در این صورت اختلاف دامن کشور را خواهد گرفت. به گزارش ندای سبز آزادی این مرجع تقلید اظهار داشت اگر کسانی قانون را به نفع خود تفسیر کرده و خود را فراتر از آن بدانند قطعا اختلاف دامن کشور را خواهد گرفت. آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه پیروی از قانون موجب اتحاد میان همه گروه ها می شود تصریح کرد قانون باید برای همه محترم باشد چرا که غیر از این اختلاف ایجاد خواهد شد. این مرجع تقلید با انتقاد از عکس العمل برخی افراد در برابر قانون گفت اگر کسانی بخواهند خود را فراتر از قانون بدانند این امر به همه جامعه تسری پیدا می کند و هرج و مرج به وجود می آید. آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به نگرانی غربی ها از نفوذ روزافزون اسلام در کشورهای خود اضافه کرد علاوه بر نکات فوق برخورد خوب با مردم، تواضع و فروتنی، همدردی با مردم در مشکلات خصوصا با جوانان و بسیاری از موارد دیگر از جمله کارهایی است که می تواند باعث جذب غیر مسلمانان به اسلام شود و تبلیغات منفی دنیای غرب علیه اسلام را خونسا سازد. مطهری از احمدی نژاد سوال می کنم چرا مانع اجرای قانون مترو می شود؟ علی مطهری که تاکنون در مصاحبه ها و سخنرانی هایش از سوال از احمدی نژاد سخن گفته بود روز چهارشنبه از تریبون علنی مجلس اعلام کرد که از احمدی نژاد سوال خواهد کرد. به گزارش جرس این نماینده تهران از وزیر اقتصاد درباره عدم اجرای قانون پرداخت تسهیلات مترو سوال کرده بود که در پایان توضیحات شمس الدین حسینی گفت به نظر من آقای حسینی وزیر خوبی هستند و اختیاراتی مافوق ایشان در دولت مانع از اجرای قوانین مصوب مجلس است و من این سوال را از رئیس جمهور خواهم پرسید. مطهری با اشاره به بودجه مصوب مترو و عدم پرداخت آن توسط دولت اراده دولت برای اجرای تسهیلات ارضی برای مترو تهران و کلان شهرها را ضعیف خواند و خاطر نشان کرد اگر این قانون تاکنون اجرا شده بود ما تا این حد با آلودگی هوا مواجه نبودیم و قشر ضعیف جامعه نیز دچار مشقت نمی شدند. اما موانعی در کار است که از اجرای این قانون جلوگیری می کند. به گزارش سامانه اطلاع رسانی خانه ملت وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال علی مطهری پیرامون دلایل عدم واگذاری تسهیلات ارضی برای مترو تهران نبود وجه در حساب ذخیره ارضی کشور را سبب تأخیر در این مسئله و همچنین اعتبارات دیگر پروژه ها اعلام کرد. این در حالی است که چندی پیش رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن از ذخیره ارضی 80 میلیارد دلاری دولت سخن گفته بود و 29 مهر ماه نیز رئیس کل بانک مرکزی ایران بدون اعلام مستقل میزان ذخیره ارضی کشور مدعی شده بود که طبق آمار بانک جهانی ایران 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد پس یک کشور با 100 میلیارد دلار ذخایر ارزی نمیتواند به بنبست برخورد. کرایه تاکسی ها از شنبه دوم بهمن بین 12 تا 19 درصد گران می شود. در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش نرخ کالاها و خدمات نرخ جدید کرایه تاکسی های شهر تهران که ماه گذشته به تصویب رسیده بود از شنبه دوم بهمن ماه اعمال خواهد شد تا کرایه خطوط تاکسی رانی و تاکسی های گردشی از 12 تا 19 درصد و به طور میانگین 15 درصد افزایش یابد. به گزارش ایسنا، فضل الله اسلامی مدیر عامل سازمان تاکسی رانی تهران در این باره اظهار نظر کرد که نرخ تاکسی ها در برخی از خطوط 12 و در برخی دیگر تا 19 درصد افزایش را دارد اما این موارد محدود هستند
و عمده خطوط تاکسیرانی و تاکسی های گردشی همان 15% افزایش نرخ را خواهند داشت. وی به چاپ برچسب های جدید کرایه تاکسی های خطی اشاره کرد و افزود نصب این برچسب ها تا پایان هفته آینده به اتمام می رسد تا شهروندان در جریان کرایه های جدید قرار گیرند و کلیه تاکسی ها موظفند برچسب نرخ های جدید را بر روی شیشه تاکسی خود نصب کرده و بر همان اساس از مسافران کرایه دریافت کنند. اسلامی با اشاره به اینکه تغییرات نرم افزاری تاکسی متر تاکسی های گردشی تهران نیز در حال انجام است اظهار امیدواری کرد که تا پایان هفته آینده نرم افزار جدید بر روی تمامی تاکسی های گردشی پایتخت نیز نصب شود. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها که از اواخر آذر ماه امسال آغاز گردید در اثر تصویب و افزایش قیمت حامل های انرژی سبب صعود و جهش قیمت اکثر کالاها و خدمات مورد نیاز مردم شده است. دبیر کمیسیون ماده 10 خانه احزاب پاتوق چند گروه ساختار شکن شده است. دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب خانه احزاب فعلی را پاتوقی برای پیشبرد اهداف سیاسی چند گروه ساختار شکن ذکر کرد و گفت رفتار منفعلانه اکثریت اعضا منجر به سوء استفاده برخی برای پیشبرد اهداف سیاسی و ساختار شکنی شده است. لذا عملا به جایی رسیده ایم که این تشکل دیگر با این مدل نمیتواند وجود خارجی داشته باشد. همزمان بازرس خانه احزاب گفت باید اعضای جدیدی که نماینده احزاب قانونی کشور هستند در خانه احزاب کاندیدا شوند، چرا که این تشکل با اعضای فعلیش از اعتبار قانونی ساقط است و به زودی باید این تشکل مصادره شده توسط اعضای غیر قانونی و خارج از نظام را باید به صاحبان واقعیش بازگرداند. به گزارش جرس، محمود عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب میگوید خانه احزاب یک تشکل صنفی بوده نه سیاسی و قرار بوده دبیران کل تمامی احزاب با سلایق مختلف دور هم جمع شده و از حقوق احزاب دفاع کنند و در جهت ارتقای جایگاه احزاب تشریک مساعی و همکاری کنند. مدیر کل سیاسی وزارت کشور مدعی شد سالهای اخیر با ورود برخی از عناصر این تشکل‌ها تلاش‌هایی صورت گرفت تا از این مجموعه صنفی به عنوان یک پاتوق برای پیشبرد اهداف سیاسی چند گروه ساختار شکن سوء استفاده شود. وی با بیان اینکه وزارت کشور از اضمحلال هیچ تشکل و گروهی خرسند نمی‌شود مدعی شد، وزارت کشور به دبیران کل احزاب اعلام کرده که این تشکل صنفی متعلق به همه احزاب کشور است. در ادامه بازرس خانه احزاب ادعا کرد برگزاری انتخابات خانه احزاب توسط اعضای فعلیش به منزله قانونی دانستن آنان است. لذا وزارت کشور به همراه کمیسیون ماده 10 احزاب رؤسای سه قوه باید سازوکار قانونی برای انتخابات مجدد خانه احزاب و برگرداندن این تشکل به صاحبان واقعیش در نظر بگیرند. معاون اول قوه قضاییه: لغزش برای دستگاه قضا قبیح است. اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنید. در حالی که نفوذ و تأثیرات نهادها و ماموران امنیتی بر روند و تصمیم‌گیری‌های دستگاه قضایی تأثیر گذاشته و عملاً طی سال‌های اخیر استقلالی از قوه قضایی باقی نگذاشته است، معاون اول قوه قضایی خاطر نشان کرد اخلاق حرفه‌ای باید در مجموعه این قوه رعایت شود و قاضی، بازپرس، مأمور ثبت یا زندان اخلاقیات حرفه‌ای را به طور مداوم انجام دهند. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه هر دستگاهی در قوه قضاییه که در خط مقدم است آسیب پذیر است گفت آنچه انسان را حق گرا می کند فقط دانش نیست. هرچه سطح دانش در دستگاه قضایی بالاتر رود ارزشمندتر است. اما فقط دانش در دستگاه قضایی مشکل گشا نیست. در کنار دانش تقوای الهی می تواند کارساز باشد. وی همچنین خاطر نشان کرد ما باید در دستگاه قضایی از انسانهای بصیر به عیوب استفاده کنیم و باید راه هایی بیابیم تا افرادی که در محیط کار بهترین ساعت عمرشان را می گذرانند بتوانند در این محیط رشد، تعالی و کمال داشته باشند. این مقام قضایی بدون اشاره به اعمال نفوذ و کج رفتاری ها در سیستم قضایی کشور افزود برای همه دستگاه ها لغزش بدتر است، اما برای ما قبیح تر است. دستگاه قضایی تنظیم کننده قانون مداری، عدالت و حقوق جامعه است. معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه خودکنترلی در همه نظام‌های مدیریتی کارآمدترین نوع کنترل است اضافه کرد خودکنترلی بالاترین تضمین برای اجرای قانون عدالت و حق است.